مامان، دور از چشممون عروسی کردین؟ بابا، چطور با این زن عروسی کردین؟ دنیز منو ببین، مراقب حرف زدنت باشون، مامانمه. ایپک، من بهت گفته بودم، گفته بودم که مامانت نباید نزدیک بابام بیاد. دنیز. نه دنیز، بس کن دیگه پسرم. چرا؟ دروغ میگم، اگه بین تو و مامانم نمیمد تا حالا عروسی کرده بودی. بعد از سالها دوباره یه جا میشدین، این همه چی رو خراب کرد. پسرم ببین، اگه ملک خانمم نبود من با مادرت عروسی نمیکردم. ما فقط با هم دیگه دوستیم. بابا اشتباه میکنین، مامانم شما رو به دیده یه دوست نمیبینه. به نظر من ملک خانمم اینو میدونه، چون دقیقاً به خاطر همین دور از چشم هممون رفته با شما عروسی دنیز. کرد. ملک خانمو من راضی کردم تا با هم عروسی کنه و تو با این کارات هم منو هم اونو ناراحت کردی. یالا از ملک خانم معذرت بخوا. بابا نمیخواد بهم یاد بدی که چی کار کنم. بدون مشورت من رفتین عروسی کردین، حالا از حرفم ناراحتم میشین. منو ببین، تربیتم خوب چیزیه، همین الان از ملک خانم معذرت بخوا. الان. آقا صالح، خواهش میکنم، مهم نیست. یعنی چی که مهم نیست مامان؟ حق نداره باهات اینجوری حرف بزنه. حالا باید ازتون معذرت بخواد. ایپک دخالت نکن دخترم. آی مامان، مامان ما رو در جریان نمیذاری و ازدواج میکنی، بعدش هم کنایه اینا رو میشنوم و حالا داری بهم میگی دخالت نکن. ایپک. دنیز بس دیگه، تو به اندازه کافی زدی، همه چی رو خراب کردی. بازم برای هر دوتون آرزوی خوشبختی میکنم، امیدوارم همیشه خوشحال باشین. یالا بریم دنیز، یالا. آره مامان، خیلی خوب شد که ازدواج کردین، این وضعیت ما رو ببین تو رو خدا. مامان به هم نگو مامان، همین امروز به پاهام نیفتادی و معذرت نخواستی. حالا این کار احمقانه تو چی بود؟ این استانبول کاملا دیوونت کرده، هر کاری هم بکنی نمیتونه اشتباهتو جبران کنی. خودتونو ناراحت نکنی، اینها به زمان نیاز دارن، عادت میکنن. شما هم شنیدین که چه چیزایی به هر دوتامون گفتن آقا صالح. من میرم بیرون یکم هوا بخورم. کیکتون آقا نه بذارش.